بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خسته نباشید خدمت تمام شاگردان عزیز امیدوارم در هر گوشه از کشور از که قرار دارین صحتمند باشین خب شاگردان عزیز قسمی که مشاهده میکنین امروز سنف دهو ده مضمون بیولوژی عنوانی که ما امروز تحت مطالعه قرار میتیم در رابطه با منرال ها هست خب پیش ازی که منرال ها رو را برای شما تشریح بکنیم خوب است یک مروری به درس گذشته داشته باشیم ما روزی قبل در رابطه به آب گپ زدیم <coughs> گفتیم که آب از جمله مرکبات غیر عضوی به شمار میره که 65 الا 95 فیصد بدن انسان ها را آب تشکیل میده و آب به صورت عموم در بدن انسان به دو نوع هست یکی آب آزاد داشتیم و دیگه آبی بسته داشتیم آبی آزاد و آبی بسته <coughs> آبی آزاد گفتیم که به صورت عموم وظیفه چی هست یک از وظایف آبی آزاد ای است که در که میوی در بدن سهم میگیره و همچنان آبی آزاد وظیفش ای است که از تغییرات ناگهانی درجه حرارت جلوگیری میکنه و همچنان برای زی که مواد در داخل حجره داخل شوه و مواد اضافی خارج شوه آب آزاد اونا رو در خود منحل میسازه و وظیفه شینی است که اونا را خارج بکنه و داخل بکنه وظیفه آب بسته چی بود؟ آب بسته خودش در ترکیب اعضای حجره و حجره می باشه که زمانی که آب آزاد وجود نداشته باشه آب بسته استفاده میشه و شرطش ای است زمانی که آب آزاد دوباره میه آب بسته را باید چکار بکنه؟ تأمین بکنه خب شاگرد عزیز درس امروز ما و شما در رابطه با مینرال ها هست ما گفتیم که مواد سازنده حجره هم مرکبات عضوی هست و هم مرکبات غیر عضوی مرکبات عضوی که در حجره سهم هستند در ترکیب حجره سهم هستند عبارت از پروتین ها هستند کربوهیدرات ها یا قند ها هستند و همچنان شحمیات یا چربی مرکبات یا موادهای غیر عضوی که در در ترکیب حجره وجود داره چی هست گفتیم آب هست که ما روز پیش در رابطه بحث کردیم و همچنان مرکبات غیر عضوی دیگه که در ترکیب حجره سهم است مینرال ها می باشند مینرال ها گرچه مقدارش در حجره بسیار اندک است اما وظیفه فوق العاده حیاتی داره یعنی گفتم میتونیم که حجرات موجودات زنده و در عموم تمام موجودات زنده بدنشون بدون منرال ها هیچ زنده بوده نمیتونه پس منرال ها و العاده در زندگی روزمره ما و در حجرات برای زنده ماندن حجرات مهم و ضروری می باشد. خب اینالی شاگرد عزیز شما کتاب از صفحه 14 را باز بکنین عنوان ما هست در رابطه با منرال ها قسمی که روز قبلی هم براتون گفته بودم قبل از اینکه درس جدید ما شروع بکنیم شما خوب است که یک بار اینیمی درس جدید در خانه پیش خود مطالعه بکنید برای از اینکه درس یاد بگیرید فوق العاده برای شما با اهمیت است خب مینرال ها در بدن ما و شما وجود داره در حجرات ما و شما وجود داره اما بدن ما و شما یک دیزی مینرال ها هست که فوق العاده مصرفش زیاد است یعنی اهمیتش بیشتر است اما یک دیز زیادشون اصلا که بدن ما و شما او کم ضرورت داره پس چند رقم منرال ها و یا عناصر داریم ما در بدن ما شما دو رقم اول عناصر پرمصرف دوم عناصر کم مصرف خب شاگرده عزیز ببینید پر پرمصرف از نامش پیدا هست روزانه به مقدار 100 میلی گرم از پر پرمصرف در بدن ما شما ضروری هست که باید تأمین شود ای کدام, کدام ها هست ببینید ای بارت از سودیم هست کلسیم هست آهن هست و غیره بعض از منرال های دیگه وجود داره که استفاده اینا بیشتر است در بدن ما و شما عناصر کم مصرف مثالش ما میتونیم آیودین بگوییم میسر مثال بزنیم فلورین مثال بزنیم اینا از جمله عناصر کم مصرف هستن خب میم می روی عناصر پر مصرف در بدن اول روی کلسیم بحث میکنیم که وظیفه کلسیم در بدن چی هست خب ببینین کلسیم در بدن ما و شما چندین وظیفه انجام می‌ده. یعنی کاربردش در چندین موارد هست یک کلسیم وظیفه در بدن در... کدام قسمت در ترکیب استخوان ها رول اساسی داره. اینا ببینین اگه به صورت ما بسنجیم تقریبا یک کیلوگرم کلسیم در بدن ما و شما وجود داره که ترکیب استخوان ها به عموم از کلسیم و فسفر است منبعی که منبع غذایی که در کلسیم وجود داره ما میتونیم که لبنیات مثال بزنیم و بعضی از سبزیجات مثال بزنیم و بعضی از میوه‌جات مثال بزنیم و بیشتر منبع خوب کلسیم اونمو لبنیات است شیر ماس اینا منبع خوب کلسیم میباشن دیگه کلسیم در بدن چی وظیفه داره کلسیم در بخشی اعصاب در بخش اعصاب خب ببینین آیون مثبت کلسیم در اعصاب چه رقم نقش داره زمانی که ما شما یک پیام از بیرون دریافت میکنیم این پیام وقتی که میای در مغز و این پروسیس میشه زمانی که ما بخوایم دوباره عکس عمل نشان بدهیم یعنی اعصابی حرکی اینجا دخیل است اگر آیون مثبت کلسیم نباشه ما نمیتونیم که دوباره اونمو حرکات که عکس العمل نشون ما رو انجام داده نمیتونیم پس کلسیم در بخش اساس فوق العاده است اگر ما مثال بزنیم شما ببینید اگر کسی در کمبود کلسیم مواجه باشه یگان دفعه عضلاتش این تو شخ میشه عضلات شخ میشه اگر در کتاب هم مثال زده شما یک بار باز بخونین اگر ای در اینی قسمت های گلون اگر قرار داشته باشه یه ازالات اگر در این قسمت ها شخ شوه آدم دچار نفس تنگی میشه یا زمانی که ما ازلات خود بازو بسته میکنیم اگر آیون مثبت کلسیم نباشه یا کم بود باشه دست ما میبینیم که چه میشه می شخ میشه می میمانه و ما درد را هم احساس میکنیم وظیفه دیگه کلسیم در بدن در قسمت فعالیت بعضی هورمون ها هست فعالیت بعضی هورمون ها شما در سنفونو در رابطه با انواع هورمون ها خواندین هورمون که از غدوات ترشح میشه خواندین و این هورمون ها تقریبا همراه با اعصاب اینمی فعالیت ایر انجام میده که ما شما را با محیط چکار میکنه وصل میسازه و همچنان هورمون ها در قسمت میتابولیسم اجاها هم کارکرد فوق العاده مهم داره و اینمی کلسیم است که بعضی از فعالیت های هورمون ها را چیکار میکنه کنترل میکنه خب وظیفه دیگه ای کلسیم چی هست اینا در ترکیب بخش ترکیب گفته نمیتونیم در تنظیمی پروتین ها و بعضی انزایم ها و بعضی انزایم ها رول دارن خب این بود از وظیفه کلسیم در بدن ما و شما که به صورت بسیار کوتاه تشریح شد خب دیگه عناصر پرمصرف در بدن ما سودیم هم گفتم میتونیم که سودیم هم از جمله عناصر پرمصرف در بدن هست و وظیفه‌ای که در بدن انجام میده تنظیم آب در بدن می باشه و همچنان در ترکیب بعضی از انزایم ها هم سودی هم چه هست؟ دخیل هست دیگه چی داریم؟ مثلا آهن داریم آهن میفهمین که آه یک از منرال های پرمصرف در بدن هست و وظیفه ای را که ای انجام می بیشتر در خونسازی وظیفه انجام می ببینیم زمانی که ما ویتامین سی را مصرف میکنیم ویتامین سی باعث میشه که آهن بیاد در روی گلوبول های یا اونمو کرویات سرخ خون نصب شد زمانی که ای در روی کرویات سرخ خون نصب شد وظیفه کرویات سرخ خون در سنف نو خاندین که وظیفه انتقال اکسیژن به تمام قسمت های بدن و تمام حجرات داره پس و همچنان برعکسش کاربون دایکساید پس میره پس اگر آهن در بدن ما شما کم بود باشه ما دوچاری چی میشیم ما و شما دوچاری کمخونی میشیم و یا هم عناصر پرمصرف دیگه ما فاسفورس داریم فاسفورس, فاسفورس هم از جمله عناصر پرمصرف و شمار میره که بر علاوه ای که فاسفورس هم در ترکیب استخوان ها دندان ها نقش اساسی داره یعنی دخیل هست همچنان فاسفورس در قسمت اعصاب فوق العاده کارکرد داره این منابعی که فسفر است داشته باشه اگر ما او را استفاده بکنیم ما به آسانی عصبی نمیشیم و ما به آسانی ناراحتی روانی و روحی نمی داشته باشیم خب عناصری کم مصرف میزان مصرف از روزانه نسبت به عناصری پرمصرف پایین است مثالش آیودین داریم میس داریم فلورین داریم اینا مصرفش در بدن است اما ضروری هست اما میزان مصرف از این نسبت به عناصر پرمصرف چی هست؟ پایین تر است. خب شاگردای عزیز درس امروز به می اندازه بس است یک بار دیگه درس ما بر شما مرور می کنیم. انواع در کل عنوان ما در رابطه با منرال ها بود. روز پیش ما در رابطه با مرکبات غیر عضوی در بدن گپ گف زدیم گفتیم که مواد مرکبات غیر عضوی هم در بدن ما و شما دخیل هست از جمله آب بود روز پیش ما در رابطه با آب خواندیم دیگه مینرال ها هست از جمله مرکبات غیر عضوی که در ساختار حجره دخیل هست سهم داره و مینرال ها برای زندگی روزمره ما و شما و برای بقای ما و شما فوق مهم و ضروری است و مینرال ها در بدن ما و شما نظر به مصرف دو نوع هست نظر به مصرف یکی عناصری یا مینرال های پر مصرف داریم یکی کم مصرف داریم عناصر پر مصرف مثالش سودیم است، کلسیم است، آهن است، فسفر است و عناصر کم مصرف آیودین، میس، فلورین، جست اینا از جمله عناصر کم مصرف هستند. وظیفه کلسیم هست. براتون گفتم که کلسیم اینی تو یک وظایف در بدن ما شما انجام میده در ترکیب استخوان هست. از او خاطر ببینید اگر کسی شیر مادر خود به طور تکمیل خورده باشد چون شیر جمله لبنیات به شما می میره امو طفل از دوچار نرمی استخوان یا پوکی استخوان نمیشه و عکسش اگر کم بود شوه یا در بعد از مراحل طفولیت اگر کلسیم کم استفاده بکنم میبینیم که استخوان از یا این تو کج میشه یا میبینیم که پوک است یا که نرم است در بخش اعصاف و کلسیم چی داره رول اساسی داره پیام ها را چکار میکنه این پیام ها را انتقال گفته پیام ها رو گفته نمیتونیم که انتقال میده اما در بخش اعصاب حرکی فوق العاده این مهم است مثلا چه رقم زمانی که ما در مقابل یک عوامل محیطی عکس عمل نشان میتیم مثلا اگر دست ما شما باشه اگر میزان کلسیم در بدن کم باشه این می عضلات می شخ میمونه به خاطر که این کلسیم کم است فعالیت بعض از هورمون ها را کنترل میکنه و همچنان تنظیمی بعضی از پروتین ها و بعضی انزیم ها ای به عهده داره و همچنان در رابطه با سودی هم سودی هم در بعضی از های غذایی وجود داره به خصوص در نمک تام وجود داره که بیشتر وظیفه ازی در قسمت کنترل و تنظیم آب در بدن می باشه همچنان آهن داریم آهن در ترکیبی گلوبول ها یا اونمو کرویات حجرات سفید خون شامل است و وظیفه آهن در بدن تبادله گازات می باشه و همچنان فاسفورست داریم فاسفورست بر علاوه که در ترکیب استخوان هم دخیل است در بخش اعصاب هم فوق قلوه در اساسی داره خب شاگردهای عزیز کار خانگی شما برای روز آینده ای است که کار خانگی منرال های پرمصرف شامل کدام ها اند و منابع مهم آنها را ذکر نمایید سوال دوم وظیفه آب در بدن چیست در بدن چیست و چند منرال کم مصرف را نام بگیرید سوال سوم وظیفه عناصر کلسیم و آهن را در بدن انسان بیان نماید خب شاگرده عزیز درس امروز به اینجا به پایان میرسه کوشش بکنین که درس های خود بخوانین و همراه بیادرکای های خوردتان در خانه کمک بکنین به درس و در کارخانگیشان و نهار یاری بکنین امیدوارم که از تمام گزندهای های روزگار در امان باشید تا دیدار بعدی شما را به خداوندی منان میسپارم خدایا رو نگه دارید.